این روزا همه دنبال دوره حرفه‌ای و دوره‌های تعمیرات موبایل می‌گردن، دوره‌ای که یعنی دوره آموزشی که به دردشون بخوره و بتونن ازش استفاده بکنن، دوره آموزشی که نیازهاشون رو رفع بکنه، حرفه‌ای بشن، حالا ازش درآمد کسب بکنن، که اون میشه واقعا برای من به شخصه اون یه جوری گزینه آخره. چرا که شما در صورتی که استانداردها رو رعایت بکنید، توی حرفتون مسلط باشید، درست کارتون رو انجام بدید، خب به نتیجه میرسید و مشتری شما رو پیدا میکنه. کمی هم وقت بذاری برای ارائه مهارتت، یعنی نشون بدی که مهارتت چقدره، مشتری شما رو پیدا میکنه و خواه ناخواه درآمدت بهتر، بیزنست هم بهتر میشه. حالا کاری به این نداریم. چی میگفتم؟ این روزا که همه دنبال دوره میگردن که بهتر بشن، من یه مسئله میخوام بهت بگم، اونم اینه که چرا از سورس های رایگان استفاده نمی کنی. واقعا این ویدیو رو یک تلنگر حساب کن و خواهش میکنم ازت از همین امروز وقت بذار، حداقل روزی یک ساعت دو تا چنلی که من میخوام توی این ویدیو بهت بگم رو ببین. خب یک سری از موارد توی تعمیرات موبایل و سخت افزار و همینطور نرم افزار مستلزم اینه که شما از یک نفر یاد بگیری، یه نفر تجربهش کرده باشه یا علمش رو داشته باشه، توی آموزشاش شرکت کنی، توی دوره‌اش شرکت کنی. اما خب خیلی از مواردی که شما توی تعمیرات موبایل مخصوصا توی بخش تعویض باهاش سر و کار داری، توی فضای مجازی هست پاسخش که شما چی کار بکنید. خیلی وقتا بعضن 0-100ش هم هست. مثلا خیلی از عزیزان راجع بهش میپرسن، بحث تعویض هاست، تعویض باتری، تعویض LCD، نمیدونم برگردوندن تروتون، رفع ارور LCD و تعویض باتری، برگردوندن هلس باتری، بالا بردن هلس باتری بعد از تعویض باتری، البته نه هلس خود باتری ما بالا نمیبریم. و خدمت شما عرضم که این دست موارد خیلی سوال پرسیده میشه و خیلی از عزیزان گاهن میبینیم که حتی مثلا میگم بچه‌ای که تو دوره من شرکت کردن، چون من توی دورم آموزش تعویض‌کاری رو ندارم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، اما میپرسن و میبینیم خب بعضا توش مشکل دارن و ایراد دارن. میخوام اینو بهتون بگم، به خدا همه اینا هست. الان دیگه در شرایط فعلی جوری شده که هر کدوم از کمپانیایی که یه محصولی رو منتشر میکنن، ریلیز میکنن، باهاش آموزش هاش هم ارائه میدن. یعنی مثلا JC میاد یه دونه فلت میده بیرون، یه تگان فلکس میده بیرون برای مثلا دوربین، آموزشش هم پشمندش داده بیرون، یا حتی قبلش آموزشش رو میده بیرون. خب خیلی از ریسلرها، فروشنده هایی که محصولات JC رو میفروشن، میان اینا رو منتشر میکنن، این ویدیوها رو، مثل الکورد. شما میتونید از این دست محتواها استفاده بکنید و خب 0-100 کارش رو یاد بگیرید. 0-100 گذاشته شده، داره میگه باتری رو کندم، بعدش این کاری کردم، این کاری کردم. خب چرا هنوز توش گیری؟ به خاطر اینکه نرفتی ببینی، به خاطر اینکه نمیری ببینی، به خاطر اینکه تنبلی میکنی. نشستی یه گوشی بیاد با اون داستان، مثلا تعویض باتری، تعویض LCD 13 پرو مکس بیاد، بعد از اینکه اومد حالا گیر افتادی، تو هول و ولا هستی، استرس کار رو داری، میخوای تروتونشو برگردونی، ICLCDشو بزنی و تازه یادت افتاده باید این کار رو انجام بدی. در صورتی که به عنوان یک تعمیرکار، کسی که میخواد حرفه‌ای بشه، کسی که میخواد اصلا توی دوره‌ای شرکت کنه، قبل از آموزش دیدنت، بعد از آموزش دیدنت، فرقی نمیکنه واقعا، توی هر برهه‌ای شما باید روز یک ساعت، دو ساعت این لپتاپت، گوشیت باز باشه، توی یوتیوب کانال های مختلف رو ببینی و ازشون استفاده بکنی. چیزای جدید رو همه دارن الان ارائه میدن، دیگه همه چیز پولی نیست. تو رو خدا وقت بذارید ببینید و کیف بکنید، از کارمون لذت ببریم. واقعا قرار نیست که من هر ویدئویی که اینجا میذارم یک آموزش خیلی تخصصی باشه. خیلی وقتا توی یه سری از موارد میبینی که یه نکته ریزی توی یکی از ویدئوها هست که به درد تو میخوره. برای یکی ممکنه خیلی ساده باشه، اما برای یک نفر ممکنه یک موضوع حساس باشه و تنها دنبال اون نکته بوده. اگر اون نکته رو گرفته باشه، سود کرده از دیدن اون ویدئو. پس خواهش میکنم این فضاها و فازهایی که توی اینستاگرام هست، توی جاهای مختلف هست، نه فقط هم توی ایران، توی خارج از کشورم هست، رو بریزید دور. چند بار گفتم، مثل، ببخشید عذرخواهی میکنم، مثل انگل باید بچسبی به محتوای دیگران، بچسب بهشون، هر چه میتونی ازش اطلاعات کسب کن، ازش یاد بگیر، کسب درآمد کن. خیلی مخلصیم.